اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. آنچه که در دنیا رخ می دهد برای کسانی که معرفت شناسی اونها فقط در حوزه حس و تجربه است، کارایی و کارآمدی اونها هم در حد حس و تجربه است. اونا اگر غذا می خورند در حد غذای حیوانی است که فرمود یأکلون کما تأکل الأنعام، یا زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. اینا غیر از غذای ظاهری و بدنی بهره‌ای ندارن، همانطوری که حیوانات محدوده بهره برداری اونها همینقدر است. ولی گروهی که معرفت شناسی اونها از حس و تجربه گذشت و عقل و تجلید رسید، ضمن بهره برداری از تجربه حسی از تجلید عقلی استفاده بکنن، اونها غذایی که میخورن بر اساس قبع علا خدمتی که جوارحی غذا میخورن، نکاهی که میکنن قدموا لانفسکم و مانند آن است، چون فرمود نساؤکم حرثٌ لکم. این نکاح را برای ولد صالح و فرزند صالح می خواهد. چون خدا فرمود نساؤکم حرثٌ لکم، به دنبال شما بقدموا لانفسکم، به فکر فرزند صالح باشید. بنابراین این دو تا جریان که جز ساده ترین و رایج ترین کارهای انسانی است، بین این دو گروه فرق است. یکی غذا خوردن، یکی نکاح کردن. یکی غذا میخورد کما تأکل الانعام، یکی هم نکاح میکند ینکهو کما تنکه البهائم. در برابر اونها کسی غذا میخورد میگد قبل علا خدمتی که جوارحی، نکاح میکند بر اساس قدموا لانفسکم، به فرض فرزند صالح است. این دو تا جریان در ساده ترین کارها. مسئله جنگ و جریان احزاب و خندق هم از همین قبیل است. برخی ها جنگ میکنن که خاک بگیرن، زمین بگیرن، کشور گشایی کنن و حکومت کنن، بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا می جنگن. برخی ها می جنگن که مانع را از سر راه بشریت بردارن
که بازگشت چنین جنگی دفاع است و دفع است در حقیقت، از محرومان دفاع میکنند، این عواصی القلوب را دفع میکنند، بر اساس قد افلح من تزکا دارن زندگی میکنند. احزابی که از درون و بیرون علیه مدینه حرکت کردند، همون جنگ حسی و تجربی بود که هدفی نداشتند جز قد افلح الیوم من استعلا. مؤمنانی که در داخل مدینه به رهبری حضرت می جنگیدن بر اساس جاهد و فینار نهدین نام سورنا و مانند آن است که لإحیاء کلمت طیبه از کلمت الله العلیا، و این اساس می جنگیدن. لذا در داخل مدینه چون برخی از افراد منافق بودن و با مشرکان بیرون هماهنگ بودن، قرآن کریم اینها رو در دو صف در برابر دو جریان جدا قرار داد. فرمود منافقان و الذین فی قلوب المرض، یک حرف داشتن و یک کار، و الذین آمنوا بالله والیوم الآخر هم یک حرف داشتن و یک کار. این چهار امر دو به دو در مقابل همند. آیه 12 این است: و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، حرف اونها این است که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. کار اونها هم این است که قبلا تعهد سپردن که صحنه را ترک نکنند، اما هر کدام بهانه گرفتن که خونه ما کسی نیست، در منزل ما بسته نیست و مانند اون، در حالی که در آیه 15 فرماند بلغت کان آهد الله من قبل لا یولون الادبار، اما اینا برگشتند و پشت کردند به حضرت. در برابر اون گفتار باطل و این رفتار باطل، یک گفتار حق و رفتار حقی از مؤمنان نشون میدهد. گفتار حق مؤمنان آیه 22 است که فرمود ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اونا میگفتند به این که ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، اینا میگن هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی این صحنه آزمون باعث رشد ایمانی هست، برای این کسی که در امتحان موفق باشد درجه ایمانی بالاتر میرود، سیر کمالی اینها شکوفاتر میشود و مانند. در مقابل فعل ناروای اونها که لقد کان و آهد الله من قبل لا یبلون الادبار، ولی فرار کردند یا در صدد فرار بودند، در برابر اون فعل ناروا، فعل روا و ثواب و صلاحی که در آیه 23 بهش اشاره کرد، این مقابل اون قرار دارد که فرمود من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه، یعنی صدق فعلی. فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ینتظر، منهم من قضا نحبه، نحب یعنی نظر لازم الوفا. اینا مثل این که حضور در صحنه، حضور در جبهه، ادای شهادت، جنگیدن تا شهید شدن را یک نظر لازم می دانستن و برابر این نظرشون را عمل کردن. گرچه از اصل مرگ به عنوان نحو یاد شده است، یعنی به منزله نظر لازم الوفاست چون کل نفس ذائقه الموت، ولی اینها دینشون ادا کردن. پس این چهار امر دو به دو در مقابل هم قرار گرفت. سر این که اینها گرفتار یه همچه منظری هستن، برای این که معرفت شناسی اینها بر اساس حس و تجربه است. میگن من هی الله حیاتون از دنیا نموت و نحیم، اما اون که معرفت شناسیش برابر تجدید است، این میگوید به این که این حیات دنیا لعه و لحوت، منم مسافرم، منم مهاجرم، باید هجرت کنم، سفر کنم، به ابدیت من بعد از مرگ است باید به این فکر باشم. چند روز قبل یه عده از آلمان آمده بودند، اینا غالبا دانشگاهی بودند، دو تا خانم تو بین اینها بود، بقیه هم همین خبرنگارها یا دانشمندان آلمانی بودند. اینا آمدن اونجا، خواست فکر میکردم سوالات علمی دارم. من دم اولین سوال و آخرین سوال، و
مهمترین سوالی که جلسه در همون مدار میگشت این بود که این خانم چه کرد که برای او این عظمت و جلال قائلم؟ این خیال کرد فاطمه معصومه مثلا داروی سرطان کشف کرده یا مثلا یه معدن گاز و نفت کشف کرده. اصلا حالیشون نمیشه که تجدید یعنی چه. من هیچ فکر نمیکردم که سوالشون در این زمینه باشه. مهمترین سوالشون که تقریبا عمر جلسه رو گرفت یعنی که این زن چه کرد که این همه مردم به او احترام میکنن؟ اصلا برای اینا باور کردنی نیست. بعد به اینا گفت ما یه تجربه داریم، یه تجربه داریم، یه روحی داریم، یه اخلاقی داریم، یه حقوقی داریم، یه معنویت داریم، یه عظمتی داریم، یه انسانیت داریم غیر از این حیوانیت. تا کم کم به هوش آمدن که بعد یه خبری هم هست. اینا فکر میکردن اگه برای کسی یک عظمت قائلن، برای مزار او یه حرمت قائلن، برای او گنبد و بارگاهی دارن، حتما یا صنعتی کشف کرده یا داروی کشف کرده یا معدنی کشف کرده. مثلا اینا اصلا در این فضا نیستن، تو این فکر نیستن. اینی که وجود مبارک پیغمبر فرمود الناس نیاهون اذا ماتون تبهو، بسیاری از اینا خوابن. به اینها گفته شد شما اگر علمی دارید بدون دین هست، خطرش همین جنگ جهانی اول دومه. اگر دینی هم که دارید بدون علمه، یه وقتی گالیره رو می‌سوزونی، یه وقتی کلیساتون قرآن رو می‌سوزونه. این دین بی علم خطرش کمتر از علم بی دین نیست. اینا کار شماست، اینا رو باید دست بردارید. باید بدانید غیر از تجربه و حس یه حقیقتی دیگری است به نام تجرید و عقل، و انسان غیر از این بدن حقیقتی دارد به نام جان که گوهر انسان همان است و با ملکوت و وابسته است و با ابدیت او. اصلا این نشأه نسبت به حقیقتی که انسان در پیش دارد قابل قیاس نیست. خب فرمود جنگ را خیلی ها داشتن. اعراب قبل از اسلام جنگ داشتن، ولی فکر میکردن که جنگ همون کشور گوشایی است و زمین و خاکگیری است و امثال ذلک. وجود مبارک پیغمبر که آمد الگوی جهان شناسی و جهان دانی و جهان داری و جهان آرایی شد. فرمود این شخص شایسته هست که شما بهش تأثیر کنی، نفرمود به او اقتدا کنی. فرمود او مقتداست، او قدوه است. اگر یک کوثر جوشانی باشد فقط آدرس میدن، میگن آب جوشان به کوثر جوشان به خنک در دامنه فلون کوهه. به تشنه نمیگن برید بنوشید، میگن اونجا چشمه است. یه وقت است میگن اطیع الله و اطیع الرسول، میگن از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر اطاعت کنید، از اولوالامر یعنی اهل بیت علیهم السلام اطاعت کنید. یه وقت میگن اینا چشمه هست. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ملازم فهمید ندارد که فاعتصوا یا تعصوا، نه امر به افتعال شده اعتصاب، نه به باب تفعل امر شده تعصی. نفرمود تعصی کنید، اعتصاب کنید، فرمود او قدوه است، خود دانید، او کوثر است، اگر تشنه اید بنوشید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و چون بالقول المطلق حضرت را اسوه دانست، من همشه معصومه دیگه، نمیشه کار او را با هیچ چیز دیگری مقایسه کرد. ببینیم اگر با فلون کار مطابق بود این حق است، اگر با فلون کار مطابق نبود یا با فلون قانون مطابق نبود این باطل است. ما قانون را از فعل و قول و تقریر معصوم استنباط میکنیم، ما قانون نوشته که نداریم. این تنها درباره رسول خدا نیست، درباره اهل بیت مخصوصا وجود بارک هست امیر هم هست. این بیان نورانی پیغمبر درباره هست امیر فرمود علی ملحق یدور و معه و حیث و مدار، این درباره عمار هم آمده. اما قبلا ملاحظه فرمودید اون گوهر فرد در این مرجع ضمیره، علی ملحق یدورو معهو حیث و مادار. این یدورو زمین به کی برمیگرده؟ آیا علی در مدار حق میگرده یا حق در مدار علی میگرده؟ اگر ما یه حق، یه قانون، یه کتاب فقه و اخلاق نوشته داشته باشیم در جای دیگر،
کارهای حضرت را برابر او مطابق کنیم، این میشه عمار، یکی علی نمیشه. اما ما قانونمون، اخلاقمون، فقهمون، حقوقمون، شریعتمون را از علی میگیریم. ما برای که بفهمیم چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی مستحبه، چی بده، چی خوبه، چی حسنه، چی قبیحه، چی خیره، چی شره، چی حق باطله، چی صدقه، چی کذبه، اینو علی چه میکنه؟ پس حق در مدار علی میگردد. یدور الحق و مداره و حیث و مدار. اومد معید این استنباط همون روایت دیگر است که فرمود اللهم عدل الحق معه و حیث و مدار. بنابراین فرمود او بالقول المطلق اسوه است. نه اینه که شما یه قانون قبلا جای دیگه نوشته دارید، کارهای پیغمبر رو مطابق او میکنید، بعد بگید اگر مطابق او بود حق است، اگر مطابق او نبود حق نیست. بلکه قانون را از کار او باید در بنویسید. معلوم شما معصومه دیگه. اگر کسی معاذ الله معصوم نباشد که منشأ نوشتن قانون نیست. اگر کسی معصوم نباشد عمدی هیچ ولو خطا بکند منشأ قانون نویسی نیست. قانون را از کار او می نویسند، قانون را از سیرت و سنت او می نویسند، یعنی از این 14 نفر. خب البته دیگه، چون خدا وجود مبارک پیغمبر فرمود اینه، اون قسمت های نوشته را که قبلا پیغمبر فرمود، قرآن فرمود، اون قانون نوشته است. و این شخص اگر بخواهد بفهمد، چون خود از امیر سلام الله علیه درست نشناخته بود، خب قرآن هست، حدیث تیر مشوی هست، حدیث قدیر هست، حدیث منزلت هست به مانند آن. اما اگه کسی هست از او به عنوان ولی الله شناسد دیگه، این چون جریان خزیمت ابن ثابت را که ملاحظه فرمودید، این خزیمه لقب پر افتخاری که در اسلام از وجود مبارک پیغمبر گرفته اینه که ذو شهادتین است. در محکمه دو تا شاهد عادل باید شهادت بدن تا قاضی بتواند حکم بکنه. محکمه با یک شاهد حکم نمی کند. حالا یا یمین با ذمیمه بشود یا چیزهای دیگر، بالاخره با یک شاهد محکمه حکم نمی کند. ولی خزیمت ابن ثابت اگر وارد محکمه می شد به یک مطلب شهادت می داد، این یک نفر کار دو تا عادل را می کرد، ذو شهادتین بود. این لقب اختصاصی را وجود مبارک پیغمبر به او داد. رازش هم این بود که یک کسی وجود مبارک پیغمبر را نشناخته بود، یعنی به نبوتش به عظمتش پی نبرده بود، در اختیار حضرت بود. این مرد آمده ادعا کرده که این مال منه. حضرت بود من این رو خریدم، این مال منه. خب او هم یه عرب بدو، آشنا نبود به این مسائل، آگاه نبود، بالاخره اصرار میکرد. خزیمه که نزدیک شد، عرض صدق با شماست یا رسول الله. وجود مبارک حضرت از خزیمه سوال کرد تو از جریان با خبر بودی؟ ارشد نه یا رسول الله. همون پس چجور شهادت دادی؟ اشتر من تو را به عنوان رسول شناختم، تو از آسمان ها خبر میدی من باور میکنم، تو از گذشته و ابدیت خبر میدی باور میکنم، تو در باره این اشتباه میکنی، من فهمیدم تو معصومی، من ایمان دارم به حرف تو، تو از ابدیت ما خبر میدی، از ازلیت ما خبر میدی، من همه رو باور دارم. خب روی این مقام ایمانی وجود مبارک حضرت فرمود انتظر دو شهادت هی. این میشه ایمان دیگه. از حق و از خود قانون مجسم کسی دلیل نمیخواد، لذا این چشمه است، این کوثر است، اختصاصی به صدیقه کبری سلام الله علیه ندارد. این 14 نفر همشون کوثر هست. فرمود این اسوه است. اونجا که دارد اطیع الله و اطیع الرسول، او یه مقام نازلتری است. اینجا که دارد او قدوه است، یه مقام برتر است. اگر یه قیدی بود که مثلا امکان قوله کذا، امکان فعله کذا، استفاده اسمت آسان نبود. اما اگر یه گوهری بالقول المطلق قدوه باشد، بالقول المطلق اسوه باشد، حتما معصومه دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
به هر تقدیر فرمود این اسوه است، یعنی بالقول المطلق اسوه است که اسمت ازش در میاد. اما اون تعبیرهایی که قبلا در همین سوره احزاب آیه 17 بیان فرمود، قول منزل لذی یعصمکم من الله، گرچه اسمت لغتا به معنای منع مطلق آمده، اما کاربردش چه در اعتصام، چه در معصم، چه در معاصم، چه در لا عاصم یوم امر الله، همه اینها منع از خطر است. منع از رحمت را یک کاربرد خارجی ما نداریم که بگن عصمه یعنی منعه من الرحمه، منعه من الخیر. معمولا این اسمت در برابر خطر هست. وجود مبارک نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. بنابراین اگر جای اسمت هست به معنای اسمتی از خطره. اون وجه اولی که زمخشری در کشاف گفت او بهتر به نظر می رسد. اگر منع مطلق باشد معناش این است که منزل لذی یمنعکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا، کی شما را منع می کند؟ این اراد بکم رحمتن یعنی جلوع رحمت خدا را می گرد. بازترین تفسیر همون اول سوره بارکه فاطر است که گذشت. پس چهار عنصر دو به دو مقابل همان، فعل مؤمنان مقابل فعل منافقین است و قول مؤمنان مقابل قول منافقین. این که فرمود منهم من غزا نهبه و منهم من ینتظر، گرچه می توان بالقول المطلق همه کسانی که الی یوم القیامه منتظر یک خیر و رحمتن اونا رو مشمول این دانست، حتی جریان رجعت را، ولی ظاهرش قدر مطلقه در مقام تخاطب همین صحنه نبرد احزاب و امثال احزاب است. یعنی برخی ها دینشون را ادا کردن، شربت شهادت نوشیدن، بعضی هم آماده دفاع اند و حالا یا فتح هست یا شهادت. چون که بعدن هم که می آید و ارزن لن تتوها، اونجا هم یه همچه تعبیری هست که آیا سرزمین ایران و روم را هم می گیرد یا خصوص همون محدوده مدینه و اطراف مدینه است. مشکل مدینه این بود که یه عده منافق بودن، یه عده فی قلوبهم مرض بودن، یه عده هم گذشته از اون نفاق گرایش سوء سیاسی داشتن. اینا یه ارتباط مرموز و مخفی با مشرکین داشتن، خبرچین بودن. یه خبری که بین مسلمان ها از رسول خدا منتشر می شد فورا به بیگانه گزارش می دادن. آیه 52 سوره مبارک مائده در این زمینه گذشت. در آیه 52 در سوره مائده فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصيبنا ظاهره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اثر في انفسهم نادمين. فودی عده کسانی هستند که قلبشون مریضه، تا یه حادثه جزئی اتفاق میافتد فوراً با بی بی سی تماس بگیر. خب آخه مگر نمیدونید او اعدا عدو است؟ مگر نمیدونید عمر به این مملکت خیانت کرده؟ فرمود تا یه حادثه پیش آمد با مخالفان و دشمنان و بیرون آخه برای چی تماس میگیری؟ اونا کارشون این بود یه حادثه که در داخل مدینه رخ میداد فوراً به بیرون اطلاع میدادن. یسارعون فیه یقولون نخشا ان تصیبنا ظاهره، میگن شاید نظام شکست خورد اونا برگشتن، ما چرا رابطه مون رو با اونها قطع بکنیم؟ یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصيبنا ظاهره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. دیگه نفرمود قل، خود خدای سبحان فرمود خب اگر این طرف شد انشاءالله که اسلام پیروز شد، انقلاب اسلام پیروز شد، اونگاه جواب خدا و پیامبر چی میگید؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین. این گروه تو مدینه بودن، پس یه عده منافق بودن، یه عده فی قلوبه مرض بودن، یه عده قبول نداشتن، یه عده گرایش سیاسی به بیگانه ها داشتن. همه اینا تو جنگ احزاب خفه شدن. بالاخره خدای سبحان گاهی می فرماید شما بجنگید من کمکتون میکنم،
گاهی میفرماید نه اصلا شما لازم نیست وارد صحنه بشید، خودم به تنهایی مسئله حل میکنم. اونجا که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، این یعنی شما بجنگید خدا کمکتون میکنه. اینجا که فقط به کف الله المؤمن القتال، یعنی شما هیچ کار نکنید من خودم مسئله حل میکنم. یه مقدار ارسلنا علیهم ریحاً حل کرد، یه مقدار به جنود لمتروها حل کرد. اینا با کسی نجنگیدن که. بعد اون جریان هست امیر سلام الله علیه بود با امر ابن عبدود و مانندو. لذا فرمود به کف الله المؤمن القتال، این کار رو ما به تنهایی انجام دادیم. گرچه اونجایی که شما رفتید و کارزار کردید و کشتید، حقیقت مسئله رو بخواهید ما یه بین راه داریم به پایان راه. بین راهی را با خود پیغمبر در بین می‌داریم، میگیم و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمیت. اون پایان، اون حقیقت مطلب را که بخواهید به استراحه میگیم شما هیچ کاری لم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم. حالا اون با توحید افعالی حل میشه. اون لم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم دقیق تر و عمیق تر از ما رمیت از رمیت است، منتها چون درباره پیغمبر مطرح شد بیشتر رواج داره، وگرنه کل کار را ذات اقدس اله به خودش اسناد داد. اما شما هیچ کاره بودید. اگر این دو منطقه ممنوعه را ما بحث نکنیم وارد نشیم، یعنی مقام ذات را که منطقه ممنوع است و اجتناه صفات ذات که عین ذات است منطقه ممنوع است، از این دو مقام بگذاریم، فیض خدا، فعل خدا، وجه خدا که عین ما تولد و سم و وجه الله هست او رو ببینیم، قهرن میفهمیم که فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم. این تو فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، کاری به فصل اول و دوم ندارد. فعل خدا، وجه خدا، فیض خدا اونجا سود. فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم، این فیض خدا در قدرت شما ظهور کرده، فیض خدا در اراده شما ظهور کرده، فیض خدا در بازوان شما ظهور کرده. وگرنه جایی که عده زیاد می ترسیدن قلبتون رو ما آرام کردیم. شما که گرسنه بودید، شما که نیازمند به آب بودید، براتون آب آوردیم، باران فرستادیم، مطمئنتون کردیم، اونا رو ترسوندیم، شما رو مطمئن کردیم، قدرت به شما دادیم. نه اینکه به نفع تفویض به شما کار دادیم گفتیم برید بجنگید، بلکه اونی که اقرب و الینا من حبل الورید فیض اوست. اگر این اقرب و الینا من حبل الورید با مقام فیض الهی که هماهنگ بشه، فیض از مستفیض جدا نیست، این محمول است که اتحاد با موضوع رو مشخص میکنه. این داخلون نه یعنی ذات معاذ الله، این داخلون نه یعنی اجتناع صفات ذات معاذ الله، این داخل آفل اشراعی لابل موازشه راجع فیض خداست. فیض خدا در درون بیرون حضور و ظهور دارد. بعضی اعما اصلا نمیبینند، بعضی بصیرن میبینند. لذا اگر با بشارت قرآنی کسی آیه رو بخواد معنا کند برش مشکلی نیست. اما شما چی کار کردید؟ این که گفته میشد داخل آفل اشراع چون مربوط به فیض خداست. حالا اگر چون که داخل فل اشیا شما یه صفحه کاغذ رو بررسی کنید بگید فیض خدا داخل دنین اشیاست، ولی حواستون جمع باشه از فصل سوم نگذرید، همین که گذشتید اونجا دیگه منطقه ممنوعه است، هیچ راهی به اونجا سرها بریدن به جرم و به جنایت، اونجا جای بحث نیست، به جای حیرته. اما این فیض خدا و لطف خدا که داخل فل اشیا لابل موازجه، اگر شما این کاغذی 10 سانتی را بگید فیض خدا در این است، این رو به 2 تا 5 سانتی تقسیم بکنید، چون داخل و فعل اشیاء لا بالمعازجه فیض خدا هم تو اون 5 سانت است هم تو این 5 سانت، این 5 سانت هم به 2.5 تقسیم بکنید داخل و فیه، هر چه ریز بکنید داخل و فیه، ریزتر بکنید داخل و فیه، بعد ببینید کاغذ از دستتون رفته به چیز نمونده جز فیض الله و وجه الله. اگر این است پس بنابراین فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم، اونجایی که دیگران وارد شدن فرمود فلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم، اینجا که اصلا کسی وارد نشده فرمود به کف الله المؤمنین القتال، ما یکسره کردیم مسئله را.
اصلا چیزی نبود که ما حاضر بشه، که چیزی غیر از فیض خدا ما نداریم. هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه هست، اون شخص که گفت ما چی رو خدا رو بشناسیم. اهوه فی الخلق امر خلق فیه، آیا خدا تو خلق است که خدا رو از این راه بشناسیم، یا خلق تو خالق است که از این راه بشناسیم؟ تو توحید مرحوم صدوق آمده تو معاذ الله، نه خدا تو خلق است نه خلق تو خداست. من یه مسئله بیان کنم تا با اون مسئله که چیز بیان و رشد است تو بفهمی. شما خودتون رو تو آینه میبینید یا نه؟ ارشد نه. همون شما تو آینه هستی؟ ارشد نه. فرمود آینه تو شماست؟ ارشد نه. فرمود به مستد لنته، پس چیور با دیدن صورت خودت میشناسی؟ خدا دو تا کار کرد، یکی آینه آفرید، یکی در آینه تجلی کرد. این بیان نورانی هست امیر که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه همینه. اون یکی فیضش گدارد پدید، وان دیگر بخشد گدایان را مزید. با یک فیض خدا آینه خلق میکند، با فیض دیگر در این آینه ها میتابد، در این مرآت ها میتابد، مرائی پیدا میشد. اون مرایاست، این مرائی. فرمود نه شما تو آینه هستی نه آینه تو شما. مشکلتون اینه که شما که صورت مرآتی هستی خود رو مستقل میپنداری. اگر صورت مرآتی خودش مستقل بپندارد خود سقوط میکند. این صورت مرآتی فقط باید من آیتم، علامتم، نشانه اوی، نشانه اون به نشانه. ما تمام مشکلاتمون اینه که ما درون آینه هستیم داریم بحث بکنیم که ما مستقلیم. اگر ما آیتیم هیچ موجودی نیست مگر اینکه آیت خداست، میشه توحید افعالی. ولی اول و آخر، آخر و اول اینه که ما از فصل سوم بالاتر نرویم که اونجا منطقه ممنوع است، جز حیرت چیز دیگر نیست. در پایان همین توحید مرحوم صدوق ائمه علیهم السلام تا به اونجا نرید، خطر دارد، هیچ کس مجاز نیست، چه نبی چه رسید، هیچ کس مجاز نیست اونجا راه پیدا کند. برای یه حقیقت نامحدود اون علم و عالم و معلوم همه را فرو میبرد، فرا میگیرد، به بیرون هست، کسی نمیتونه حرف بزنه. اگه یه حقیقت نامتناهی بود که موضوع قضیه قرار نمیگیره. ما اگر درباره چیزی بحث کردیم داریم حکم میکنیم، حتما او را محدود میکنیم، برای اینکه موضوع قرار میدیم دربارش محمول هست، بین موضوع محمول یه نسبت هست، ما هم که داوریم میشه چهار امر. این با عدم تنهایی سازگار نیست. محال یعنی محال، خب الاول و آخر همین تأیید میکند دیگر. محال یعنی محال، اصلا درباره خدای سبحان داوری کردن، فهمیدن، حب کردن محال است و محال. ما خواهم قضیه تشکیل بدیم، یعنی او رو موضوع قرار بدیم، یه طرف بنشونیم، دربارهش محمول قرار بدیم، بین موضوع محمول هم یه نسبت است، خود ما بارا رو کرسی نشستیم میخوام داوری کنیم. این چهار تا محدود است. این است که اون بزرگان گفتن به این که آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. خون را باید با آب شست. اگر کسی خون را خواست با خون بشوید محال است. مفهوم نظری را بخواهد با مفهوم بدیهی حل کند، این تو علوم عادی درسته، فقه و اصول و اخلاق و اینا درست، اما یه حقیقت نامتناهی که ما از او به عنوان نامتناهی یاد میکنیم، این معنای نظریه پیچیده را کسی بخواد با مفهوم حل کنه، خون به خون شستن محال است و محال. این مفهوم را با شهود باید حل کرد. آدم وقتی خودش یافت که صورت مرآتیه است، خب صورت مرآتیه الله را نشون میده دیگه. یعنی اگر کسی بگوید که این صورت ذهنیه من خداست، این میشه شرک. برای اینکه صورت ذهنیه یه مفهومی قائمه به ما، این الله نیست، ذات اقدس اله بیرون از ما و محیط بر ماست.
ما در بار خدا دو تا وظیفه داریم. ما موظفیم یک عرفت الله بگیم، یکی ما عرفناک حق معرفتک. در بار غیر خدا فقط معرفت راه دارد، اما در بار ذات اقدس اله یک عرفت الله به فسق العظائم به نقص به همه و مانند آن است، یکی ما عرفناک حق معرفتک. در هر معرفتی این اعتراف با ذمیمه او بشه، یا بگیم ما عرفناک حق معرفته یا لیسه کمثله شی، باید این نقص ما ترمیم میشه. ما بیش از این هم نه وظیفه داریم نه مقدور ماست. اما اگر یه چیزی رو بشنستیم خیال بکنیم این خداست، این روایت مرسلی که از مرسلی بارک امام باقر سلام الله علیه تو کتاب هاست همینه، بابا مخلوق مثلکم مردود علیکم. ما از اون جد که بنده ایم و ضعیفیم، این دو کار وظیفه حتمی ماست. هر اندازه که خدا رو شناختیم شکر بکنیم. ما عرفناک حق معرفتک تا در کنارش داشته باشیم، لیس کمثلهی رو در کنارش داشته باشیم، این اون نقص ما را جبران میکند، به طوری که ما بلند پروازی نکنیم و به همون اندازه هم که شناختیم از ما بیش از این هم توقع نیست. بله که ما الله را با الله میشناسیم در همین مفاهیم حصولی. مرحوم صدوق نقل میکنه به حضرت عرض کردن که اگر این هست، ما که خدا نمیشناسیم، اگر شما اون جور بخواهید که لکانت توحید و اندام مرتفع، این تو توحید مرحوم صدوق است. ما خدا را میشناسیم یعنی همین مقدار که یک محدود میتواند غیر محدود را بشناسد. اما خود هست امیر تمود به این که اگر کسی او را وصف بکند کذا و کذا و کذا، فقط حده و فقط عده. خب اگر خدا نامحدود است، یه انسان محدود چی رو میتونه نامحدود رو بشناسه؟ محال یعنی محال. هر جوری هر برهانی رو برهان صدیقین رو کسی تخیل بکنه، این لازمش این است که خدا موضوع قرار بگیره، یه محمولی داشته باشیم، یه نسبه داشته باشیم، یه داوری داشته باشیم. میشه چهار امر نامحدود مگر غیر میذاره؟ این نامحدود محمود را فرا میگیره فرو میبره، حاکم را فرا میگیره فرو میبره، نسبت را فرا میگیره فرو میبره. فرمود اونجا نرید جز حیرت چیز دیگر نیست. مبادا کسی بگه که من حالا فیلسوفم، حکیمم، عارفم، درس خوندم، فرمود خودت معطل نکن، اونجا جای رفتن نیست. همون مقداری که میشناسید همون مقدار داشته باشید. یک، ما عرفنا که حق معرفت یک را زمینه کنید، لیسه کمثله شیء را زمینه کنید، به همین مقدار مکلفیم، بیش از این هم مقدور ما نیست. ما لیسه کمثله حل است، با ما عرفنا که حق معرفت یک حل است، این عجز ما جبران کننده اون نقص است، بیش از این هم مکلف نیستیم. این براهینی هم که برای ما شده است و همین دراهین اکتفا میکنیم، میگیم عرفت الله به فسق العظائم و نقض الهمم و قضا و قضا، بعد میگیم ما عرفنا حق معرفته، بعد میگیم لیسه کمثله شی. یعنی این مقداری که ما شناختیم این به اندازه فهم ماست. اون چه که قبلا مثال زده شد به این که میگن آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی، این حرف رو همه ما میگیم، این ولی حرف اغنایی است. راه دیگری دارد. این برای ذات اقدس اله معاذالله شبیه اقیانوس نامتناهی که نیست. اقیانوس ولو نامتناهی باشد، بالاخره یه سطحی دارد، یه عمقی دارد، یه گوشه شرقی دارد، غربی دارد، یه کسی یک لیوان از آب اقیانوس میگیره برای چشیدن. اما ذات اقدس اله اولش این آخرش، آخرش این اولش، ظاهرش این باطنش، باطنش این ظاهرش، کل ظاهر غیره غیر باطن. این بیان نورانی هستند. خب اگه یه حقیقتی نامتناهی بود و بسیط محض بود، اولش که این آخر است، ظاهرش این باطن است، انسان کجاش رو بگیره؟ یا همه جا یا هیچ، همه محال است پس هیچ. در بار ذات اقدس اله نمیشه گفت مثل اقیانوس است به قدر تشنگی باید کشید. خدای سبحان اول کاری که کرده آینه آفرید، این قلوب ما آینه است، بعد در این آینه به اندازه ظرفیت آینه تابید. ما خدا را در دلمون، در فطرتمون به اندازه خود میابیم. اندازه نه اندازه، اندازه که میگن اندازه قلوب است نه اندازه الله. نه کسی میره بالا خدا را به اندازه خود میشناسه، اونجا دیگه رفتنی نیست.
ولی اینجا آینه ها گوناگونه، یکی محدبه، یکی مقعره، یکی بزرگه، یکی کوچیکه، یکی شفافه، یکی صافه، یکی تیره است. ذات اقدس اله در آینه ها تابی، هر کسی به اندازه خود اگر این آینه شفاف و صاف نگه دارد خدا را به اندازه خود بشناسد. نه اینکه انسان میره دنافت در لا میشه خدا را اونجا به اندازه خود میشناسد. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه، اونجا رفتن مستحیل است کائنا من کان. دومی که خدای سبحان مرآت آفرید قلوب ما با فطرت الهی آینه های حقه. سوم این که در این مرآت ها تابید، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، در این مرآت ها تابید. اون وقت چهارمی بینید که هر آینه به اندازه شفافیت خودش، سعودیق خودش، محدب و مقعر بودن خودش، آیات الهی را نشون میدهد. الحمدلله.